در حمله تروریستی به اتوبوسی در شرق سوریه دست کم 38 تن جان باخته و 12 تن دیگر مجروح شدند. خبرگزاری دولتی سوریه سانا با اعلام این خبر جزئیات حمله را گزارش نداده، اما آن را تروریستی توصیف کرده است. این حمله حدود ساعت 4 بعد از ظهر در جاده دیروزور تدمر اتفاق افتاده است. این منطقه قبلا توسط سنی های تندروی داعش کنترل می شد، اما اکنون تحت کنترل حکومت سوریه است. خبرگزاری آسوشیتد پرس درباره این منطقه اما می گوید هنوز هم عناصر داعش در مناطق بیابانی و قبیله‌ای شرق و جنوب سوریه فعال هستند. نهاد موسوم به ناظر حقوق بشر سوریه گفته است حمله یاد شده احتمالاً توسط اعضای داعش و به 3 اتوبوس بوده است. این نهاد میگوید عناصر داعش در جاده مواد منفجره جاسازی کرده بوده و با رسیدن اتوبوس‌ها به سمت آنها شلیک کردند. این نهاد همچنین مدعی شده که همه سرنشینان اتوبوس سربازان سوری بودند که برای تعطیلات به خانه باز می‌گشتند، اما سانا گزارش کرده که تمامی سرنشینان اتوبوس‌ها غیر نظامی بودند. گروه تروریستی داعش هنوز مسئولیت این حمله تروریستی را بر عهده نگرفته است.